با سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، حمید اخشناس هستم به همراه همکارم ورمز رها. برنامه نگاه روز را به شما تقدیم میکنیم. اخیراً محمد بتایی از معاونان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که 800 هزار معلم رتبه بندی شدند. ظاهراً رتبه بندی معلمان تصویب شده و در حال اجرا است. اینکه رتبه بندی چیه و چه اثراتی بر وضعیت معیشتی معلمان داره موضوع گفتگوی ما با نسرین رمضان علی است که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنه. نسرین رمضان علی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. سلام می‌دم خدمت شما و همچنین بینندگان برنامه. شما لطفاً در مورد اینکه اصلا رتبه بندی معلمات چی است و اینکه چرا دولت اینو میخواد به اجرا بذاره و اجرا گذاشته چی است؟ ببینید، یکی از خواست معلم ها نه امسال بلکه چندین ساله در رابطه با طرح رتبه بندی هستش. پارسال یعنی سال 93 تصویب شد و قرار بود از اول مهر 94 اجرا بشه که اخیراً تصویب شده و اعلام کردن 800 هزار معلم شامل این طرح میشن. اینجا لازم این نکته رو بگم، ابتدا ما 1,100,000 معلم داریم. بعد خود همین طرح هم همه معلمین رو در بر نمیگیره. اومدن 4 رتبه کردن. رتبه اول با معلمینی شروع میشه که قرار بود قبلا 5 سال سابقه کار و یک دوره آموزشی تخصصی ببینن، که این تغییر کرده شده 6 سال. 6 سال باید معلمی سابقه کار داشته باشه که شامل طرح رتبه بندی بشه. این طرح در واقع رتبه اولیش، رتبه دوم و سوم و چهارم هم داره که خبره و عالی و تألیف اسمشو گذاشتم. و خود همین 800 هزار نفری هم که اعلام کردن، بازنشستگان هم جزشون قرار نمیگیرن، یعنی تحت پوشش طرح رتبه بندی قرار نمیگیرن و معلمینی که ساعت کاراشون تکمیل نیست، از 4 ساعت در هفته باید 24 ساعت کار بکنن، اگه 20 ساعت کار بکنن و 4 ساعت دیگر رو نتونسته باشن کار بکنن، شامل این طرح نمیشن. در واقع قرار بر این هستش که معلمین از 160 هزار تا 450 هزار تومان به حقوقشون اضافه بشه اگه شامل این طرح بشن. منتها خود همینم لازمه که دوره های تخصصی معلم ها داشته باشن، مدارکی داشته باشن که شامل این طرح بشن، شامل این حتی 800 هزار نفر بشن. و تا کنون پرداختی به معلم، خیلی از معلم ها در رابطه که شاملش شدن پرداخت نشده و همینجوری مونده. اون چیزی که از خود معلم ها میشنویم میگن کلاه گشاییست که دولت سر معلم ها گذاشته، به خاطر اینکه ابتدا اعتراضاتی که جاریه و خیلی از خواستای دیگرشون، خواستای اساسیشون بهش دست نیافتن، فقط میخوان صرفا این اعتراضات رو ساکت بکنن. و کلاه گشاد به اون معنام هستش که افزایش دستمزد معلم ها رو به تأخیر انداخت. یعنی شما فکر می‌کنید این طرح وضعیت معیشتی معلم‌ها رو بهتر نمی‌کنه؟ نه اصلاً. همونجور که گفتم، اولا حتی اگه تحت پوشش این طرح قرار بگیری یه معلم، آموزش و پرورش براشون مؤسسه هایی گذاشته، این مؤسسه ها تحت پوشش خود آموزش و پرورشه و باید برن معلم ها از جیب خودشون این دوره های تخصصی رو پرداخت بکنن. یعنی الان حتی خود این مدرک ها، اونجا که من شنیدم، مؤسسه ها دارن مدرک می فروشن. خب بالاخره وقتی که وضعیت معیشتی تو اون جامعه درست نیستش،
بخشن معلم هم تلاش میکنن این مدارک رو بخرن که شامل این طرح رتبه بندی بشن. میگم با مشکلات زیادی معلم ها رو روبروند و بخشن خود همین مسئله شده مشغله معلم ها و مسئله اون اعتراضاتی که جاری هستش. احساس میکنی که یه جورهایی اون انسجام قبلی رو نداشته و تلی آگاهانه است که رژیم انتخاب. خب دولت چه شرایطی رو گذاشته برای معلمایی که میخوان رتبه بندی بشن؟ حالا اونایی که این شرایط ندارن چه وضعیتی پیدا خواهند کرد در نظام آموزش پرورش و از نظر معیشتی و حقوق؟ ببینید اون خیلی از معلم ها همونجور که گفتم کسی شامل طرح رتبه بندی میشه که 6 سال سابقه کار داشته باشه، به اون معناست که معلمین افزایش دستمزدی ندارن و در واقع این پولم که اگه بهشون، میگم بخش زیادی از معلمین هنوز دریافت نکردن، یکی از اعتراضات معلمان سر همین هستش. و بعد برای اینکه شامل این تربیتشان دوره‌هایی رو سپری بکنن و خود این دوره‌های تخصصی که معلم‌ها باید سپری کنن باید از جیب خودشون پولش رو پرداخت کنن و در واقع نه تنها طرح رتبه بندی موقعیت معیشتی معلم‌ها رو بهبود نداده بلکه موقعیت معیشتیشون رو بیشتر به اصطلاح ضعیفتر کرده به خاطر همین دوره های تخصصی توسط مؤسسه هایی که خود آموزش پرورش گذاشته و پرداخت بکنه. شما اشاره کردید که معلم ها به این مسئله اعتراض دارن، ظاهرا نپذیرفتن و این اعتراضات کماکان ادامه داره. برخلاف معلمان بر علیه سیاست های دولت و به اصطلاح اون سیاست که شما اعتباری فرمودید که کلاه سر معلمان رفته، معلمان باید چیکار کنن و چه موضوع گیری داشته باشن؟ ببینید معلم ها الان میگم یه مقدار درگیر خود این مسئله شدن و در این حال معلم ها خواستشون یکسان سازی سعی میکردن فرموله بکنن، یکسان سازی حقوق معلمی. به چه معنا میخواستن یکسان سازی بکنن؟ به اون معنا میگفتن که خب وقتی که نماینده مجلس 10 میلیون میگیره و خیلی بیشتر از اینا میگیره، معلمی که آینده جامعه رو در دست داره و کودکان باید از امکانات رفاهی برخوردار باشن و معلم ها وقتی سر کلاس هستن باید آرامش داشته باشن و با آرامش آموزش و تربیت کودکان رو به پیش ببرن، یعنی بحثشون این بود حقوقشون و معیشتشون اونقدر باشه که مجبور نشن شغل دوم و سوم رو داشته باشن. اجازه بدید من کوتاه یه نکته رو بگم. ببینید همین الان مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم 14% کما یکه. بانک مرکزی نرخ تورم رو اعلام کرده 15% کما پنجه و روزنامه های دیگه دارن تحلیل میکنن که نرخ تورم خیلی بالاتر از این، یعنی یه خانواده 4 نفره توی تهران باید یعنی در خط فقر بخواد زندگی کنه 3 میلیون حقوقش باشه که هیچ کدوم از در واقع معلمینی که امروز کار میکنن شامل حتی طرح رتبه بندی هم بشن 3 میلیون حقوقشون نیست. 1,200,000 تومان تا 1,600,000 تومان حقوق معلم ها هستی. بنابراین بخش زیادی از معلمین زیر خط فقرن، اعتراضات کماکان ادامه داره. همین امروز مربیان پیش دبستانی مجددا تجمع داشتن و خواست قراردادهای دائم استخدام دائمی بشن و افزایش حقوق به نسبت نرخ تورم توی جامعه خواستشون بود. من فکر میکنم شاهد اعتراضات دیگه معلم ها سراسری و منسجمتر در آینده نه چندان دوری خواهیم بود. بسیار خوب، ممنون نسرین رمضان علی از اینکه وقتتون رو به ما و بینندگان عزیزمون دادید.
و تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجهتون به این برنامه. ساعت و روزهای خوشی را برای شما آرزو میکنم.